عزیزم، بینندگان شبکه کانال یک در هر کجای دنیا که هستید، من محبوبه رفیعی هستم. خیلی خوشحالم که میتونم با شما باشم در خونه های شما از این کلبه کوچیکی که دارم. خیلی تشکر میکنم از آقای جناب شهرام همایون چرا که این فرصت رو به ما دادن. ما مردم عادی فعال در فضای مجازی میتونم بگم، من خودم یه فعال سیاسی نیستم، ولی کسی هستم که تصمیم گرفتم در این دو سه سال که بی تفاوت نباشم نسبت به سرنوشت هموطنانم در داخل ایران. خواستم که یه سلامی برسونم به تمام دوستانی که الان در مصر هستن، هموطنان عزیزی که نمایندگی میکنن ما رو به خاطر چهارم و ششم مرداد، سالگرد جاودانه شدن دو پادشاه دلسوز ایران، و از شما هم میخوام که در ایران این روز رو به خوبی و به بزرگی برگزار کنید. هدف از برنامه من بگم که این برنامه، هرچند که تایتل این برنامه میهن هست، ولی این برنامه در خصوص فقط خانم ها نیست، بلکه در خصوص این مادر همه ما، این سرزمین بزرگ و سرزمین شکست دل هست که از ما فرزندان خودش خیلی دلگیره. 40 ساله که این مادر میهن، این مام میهن، این مردمی که در اون سرزمین هستند و سختی های زیادی کشیدن، دردها و رنج های زیادی کشیدن، و همراه اونها ما که در خارج از کشور زندگی میکنیم هم دردشون بودیم هم فکرشون بودیم. ما در فضای مجازی با خیلی از هموطنانمون در کشور در تماس هستیم، سعی میکنیم خبرها و رویدادهایی رو که در دنیا و در ایران پیش میاد به اونها برسونیم، و همینجور سعی میکنیم که یک حمایتی بکنیم ازشون، یه دلجویی بکنیم که ما هم هستیم با شما، ما هم درد شما رو درک میکنیم و دلسوز شما هستیم. در این 40 سالی که گذشت فعالان خیلی بسیاری بودن که در خارج از کشور و در داخل فعالیت کردن، خصوصا اونایی که در خارج از کشور بودن واقعا زحمت بسیاری کشیدن که به ما جوانها چه داخل چه خارج از کشور تاریخ معاصر ایران رو یادآور بشن و به ما این روحیه رو بدن که با برگشتن به هویت ملی خودمون میتونیم که تمام دردهامون رو درمان کنیم. مشکل از ماست که متاسفانه خیلی از ماها هستن که بی تفاوت به درد و رنج خود و دیگران هستن، و تمام سعی و تلاش ما اینه که اون قشری رو که هنوز خوابن و بی تفاوتن رو بیدار کنیم و بگیم که بایستی فکر خود باشی. به قولی میگن که خارجی ها میگن که you can't help somebody who doesn't want to help self، یعنی به کسی که نخواد خودش رو نجات بده نمیتونی کمک کنی، ولی ما این تلاش و سعیمون رو میکنیم که شماها بخواید که خودتون رو از این درد و این رنج 40 ساله نجات بدید. من چون این تایتل مام میهن رو برای این برنامه که لطف کردم و جناب همونیان به من دادن رو انتخاب کردم، دلیل دیگرش هم به خاطر نقش مهمی که مادران دارند در هر جامعه ای. در دنیا تمام کشورهایی که پیشرفته هستند خیلی تاکید کردن رو حقوق و حق زنان، و میدونن که اگر که یک زن، یک مادر در جامعه پیشرفته
فکری بکنه، پیشرفت فرهنگی و اجتماعی بکنه، این خیلی تاثیرگذاره روی کل جامعه و این رو در تمام جوامع پیشرفته میبینیم. و همین جور که رضا شاه بزرگ با اون حرکتی که کرد، اون قیامی که کرد و زنها رو از اون گوشه خانه ها و پستوها بیرون آورد و مجبورشون کرد که در جامعه باشن، و شاهنشاه یامر که با رشد اقتصادی و فعال کردن بیشتر زنان در جامعه واقعا کشور رو یک کشور قدرتمندی در دنیا ساخت، کشوری که ما همگی حداقل اونایی که تو سن سال من هستن یادشون هست که چی بود و چه افتخاری بود برای همه ایرانیان و چه زندگی راحت، چه زندگی بی دغدغه‌ای تمام اقشار ملت داشتن. در این مورد که زن واقعا یک نقش مهمی داره، این یک چیز خدایی و طبیعی هم هست. اگه بدونید در هر سلول بدن ما یک نیرو دهنده در اون سلول هست بهش میگن میتوکوندریا، و میتوکوندریا یک ژن داره که اون ژن MTCDNA فقط از مادر میاد و در همه فرزندان اون ثابت میمونه و در همه نسل ها. پس خداوندم به قدرت مادر و زن در این دنیا تاکید کرده که هیچ نیرویی نمیتونه که اون وصلت و اون باندی به قولی که بین مادر و فرزند هست رو جدا کنه، و همین جور بین یک زن و جامعش. ما در فضای مجازی متاسفانه، چه در فضای مجازی چه بیرون، زنها از چند جنبه های مختلف هست که سرکوب میشن. نه که بگم که آقایون در این جمع نیستن، کل کشور ایران متاسفانه درد زده است، ولی ما یه مشکلات فرهنگی و اجتماعی هم داریم که برمیگرده به اون سنت و اعتقادات قدیمیمون که زن رو بیشتر در زنجیر خودمون میکشیم. در طی این تاریخ معاصر، خصوصا در طی این 40 سال، ما زنان شجاعی داشتیم که وایسادن در مقابل این بی‌عدالتی و تمام سعی خودشونو کردن که یک تغییراتی در این جامعه به وجود بیارن. من یادم یه زمانی وقتی که بچه بودم، ایران اینقدر خوب بود که ما یه همسایه داشتیم آمریکایی بودن که برای شوق اومده بودن میدونه آمریکا، و من با دختر بچه اونها میدونه بازی میکردم. چه افتخار میکردن که در کشور ما باشن. به قول تهران یک پاریس خاورمیانه بود، و همه اون چیزا رو به خاطر سیاست‌های خارجی و همین جور به خاطر ضعف فرهنگی که ما داشتیم میدونه از دست دادیم، و چه زجرها، چه تاوانها که ندادیم چه این 40 سال. اما در این 2-3 سال گذشته یک امید تازه‌ای در دل مردم روشن شده، و من خودم به شخصه این رو در ایران دیدم، و اون امید تازه شاهزاده رضا پهلوی بود. چندین بار از دهن مردم شنیدم که شاهزاده برمیگرده همه چیز خوب میشه، شاهزاده برمیگرده زندگی ها بهتر میشه. هموطن عزیز، شاهزاده به تنهایی یا هیچ قدرت دیگه‌ای تا اینکه شما نخواهید نمیتونه هیچ تغییری در زندگی شما به وجود بیاره، و شما باید شروع کنید این حرکت رو، همدیگر رو پیدا کنید و متحد بشید. کسایی در فضای مجازی هستن که مدام، البته کسایی که میدونیم که از یه جوری وصلن به جمهوری اسلامی،
مدام به ما میگن که شما خارج نشینا چه کار دارید به ایرانی ها، خودشون میدونن، خود مردم تو ایران میدونه تصمیم میگن. نه خیلی اینجور نیست. شماها 40 سال بین ما فاصله گذاشتید، بین خانواده ها، بین اقوام، بین فامیل، تشویقشون کردید که جاسوسی همو بکنن. چرا؟ چون که میترسیدید ما با هم باشیم، میترسیدید که یک صدا باشیم. ما توی این 40 سال فهمیدیم که زحمت کشانی، میهن پرستانی در خارج از کشور بودن که تلاش های بسیار کردن، حتی از خانواده خودشون، از خوشی های خودشون وجود که گذر کردند و به فکر مردم بودن، تا اینکه ماها رو، نسل جوانتر از منو بیدار بکنن و آگاه بکنن که ما چی از دست دادیم و بایستی برگردیم به همونی که از دست دادیم. کسایی هستن که من میگن ما بر نمیگردیم به 40 سال گذشته، هیچ وقت عقب بر نمیگردیم. عزیزم شما در این 40 سال به عقب برگشتی تو حدود 100 سال. پس به ما نگید که اگه که برگردیم به اون میدونی اصول و عقاید و اون سیستم حکومتی و اون تاریخ قبل از این 40 سال ما به گذشته برگردیم. نه، بلکه ما الان هست که 100 ساله که عقب هستیم و داریم سعی میکنیم حداقل حداقل به اون چیزی که از دست دادیم برگردیم. خب همه شما های شرایطی رو در ایران درد و رنج رو میدونی تحمل کردید. خیلی مادره بودم مثل مادر خود من که چشم از جهان فرو بست و تنها، یعنی 6 تا فرزندی که داشت و مجبور شد به خاطر که اونا بتونن یه زندگی داشته باشن، یک آینده برای خودشون میدونی داشته باشن، تنهایی چشم از جهان بست. میدونم خیلی هاتون هستید که بچه هاتون بهتون میگن که مام بریم خارج، مام بریم خارج. نه، این راه حل نیست. درد کشیدن، درد دوری فرزندان کشیدن راحت نیست. الان توی کشورهای مختلف سرگردونن، سختی های زیاد. شما چقدر که دلتنگتون میشید، دلتنگ فرزندانتون میشید، اینم باز راه حل نیست. ما همگی باید شانس اینو داشته باشیم که برگردیم توی کشورمون و خدمت کنیم و کشورمون از نو بسازیم. فرار کردن چیز خوبی نبود. هرچند من 32 سالی که خارج از کشورم به قصد میدونی تحصیلات رفتم، ولی در تمام این 32 سال تا زمانی که پدر و مادرم بودند فکر میکردم وقتی دلم برای ایران تنگ میشه و میرم فقط به خاطر خانوادمه، میدونی پدر و مادرمه که میرم. زمانی که 10 سال پیش هر دوشون دیگه در زندگی در این دنیا نبودن، باز هم دلم تنگ میشد برای مام میهن. اون وقت بود که متوجه شدم که نه، این دلتنگی من دلتنگی پدر و مادرم نبوده، دلتنگی وطنم بوده. این دلتنگی رو همه ماها در این 40 ساله کم و بیش زیاد، حتی اونایی که تازه کشور رو ترک کردن میدونی دارن. پس بهترین راه اینه که بیایم و دست در دست هم بدیم، سرنوشت خودمون رو تغییر بدیم، یه زندگی بهتری واسه همه بسازیم. دیروز من با یه آقای در ایران که بهم زنگ زد و تماس گرفت، یه خبری داد و یه نکته بهم گفت که واقعا زجرآوره. به من گفت که یه دختر جوان میاد به خاطر 10,000 تومن سیم کارت به ایشون پیشنهاد میکنه که حاضرم با تو هم خوابی کنم. ما به اینجا رسیم به خاطر 10,000 تومن، کمتر از 1 دلار. هموطن این که خارج از کشور هستید، الان تو آمریکا منو میبینید، توی اروپا به احتمال زیاد روز دیگه منو میبینید، یه جایی
تا کی میخوایم همجوری بشیدیم زل بزنیم به اخبار ایران که ببینیم چی میشه، چطور میشه، آیا چند سال دیگه میخوایم این کار کنیم؟ باید شما هم حداقل کاری که میتونید انجام بدید، پشتیبانی کنید از هر گروهی، از هر تیمی که معتقد هستید بهش، پشتیبانی کنید از این تریبون که یکی از مهمترین تریبون هایی هست که ما در عرض این 40 سال داشتیم، چون که کار عملی، کار اجرایی انجام داده، همه رو با هم یکی و متحد کرده، از چپ راست، از هر عقیده ای، از هر فکری، همه رو داره توی یک سنگر میاره. یک دلار در روز، من ازتون خواهش میکنم، هموطنی که خارج از کشور نشستی، تا که میخوای زل بزنی به این تلویزیون ها و کاری میتونی نکنیم. من یکی از دوستا، اونایی که چندین سال پیش بود که پرچم ایران رو در خیابونای ایران دیدن و بس میکردن که فکر میکنم که من داره میبینه، بهم گفت که آره مثلا ما رویمون چیز میشد که چقدر تلویزیون بایسته چیز کنه، میدونی که پول جمع کنن اینا. بهش گفتم میدونی چقدر مهم بود اون یک دلار ها که ما میدادیم؟ چون وقتی پرچم اونجا توی خیابون ها نصب میشد، من احساس میکردم که اینو من انجام دادم، اینو با هم انجام دادیم. این حس به من میدونی قدرت داد. یه چیز دیگه، این پرچمه، این پرچم از هموطنان از این هر کجای دنیا که هستم خواهش میکنم یه پرچم ایران رو در خونه داشته باشید. این پرچم شیر خورشید میمونید، بهش همجوری نگاه نکنید که یه رنگ سبزی داره، سفید، قرمزی، یه شیری هم میدونی وسطشه. هر موقع به این پرچم که نگاه میکنه، اگه تو خونت باشه، اون حس قدرت، حس توانی، حسی که حس مسئولیت میکنی که من مسئولم در مقابل مردم کشورم و مام میهنم، باید این مادری رو که بیمار شده، ناتوان شده، بهش جون بدم. بیایید تمام اختلافات رو بذاریم کنار و فکر مادر باشیم. چون میدونی همیشه میگن به اونایی که بیچاره و بدبختن، ما معمولا میدونیم، میگفتن همیشه آخه ننه مرده. نذارید ننه مرده باشیم، بذارید سرمون رو بالا کنیم و با افتخار بگیم که یک ایرانی هستیم. از تون خواهش میکنم هموطنان هر کجای دنیا که هستید، بیاید و برای چهارم و پنجم مرداد بزرگ داشته این دو ایران ساز پدر یک کاری انجام بدید، نشون بدید خودتونو. قدم اولتون اینه که این پرچم رو حتی شده روی کاغذ میدونی پرینت کنید، توی خونهاتون بذارید. من وقتم اینجا به پایان رسید، فقط یک پیغام خیلی زیبا، یک پیغامی از ته دل تمام ایرانیایی که 40 سال پیش یا 5 سال پیش یا 1 سال پیش این کشور رو ترک کردن، خب واسه شما ها پخش میکنم. پیغام خانم بانو محبوبه بیات، هنرمند سینما و تئاتر، و امیدوارم که این حرفا رو از ته دل گوش کنید. روز و شب خوبی برای همگی شما ها، آرزومندم هر کجای دنیا که هستید، و امیدوارم که هفته دیگه باز بتونم که شماها رو ببینم. از آقای یاسر خواهش می‌کنم که این کلیپ رو پخش کنن. بدرود هموطن، پاینده ایران، پرچم رو یادتون نره، پرچم باید توی خونه همه باشه، پرچم شیر و خورشید. ممنون. هموطنان عزیزم، چهره میهن ز ویرانی غبار غم گرفته، همیشه هم دردتون بودم، همیشه همراهتون بودم، حتی تو این چند سال اخیر که ازتون دور بودم، چشممو که باز میکنم، روزمو شروع میکنم،
با شما گریه میکنم، با شما میخندم، با تمام گوشت و خونم دردتون حس میکنم. 40 سال با نفرت ما رو مسموم کردن، 40 ساله که گذاشتن ما از همدیگه هم حتی متنفر باشیم، به هم اعتماد نکنیم، همه رو جاسوس ببینیم، همه رو خائن ببینیم و همه بریم تو لاک خودمون. وقتشه دیگه به هم اعتماد کنیم، وقتشه که این فرقه تبهکار رو سرنگون کنیم. تازه خاتمی اومده براتون اشبه میاد که دوباره برین رأی بدین. اینقدر اسیر چرب زبونی دیگرون نباشین. هنرمند واقعی تو سکوتش نشسته و خون میخوره، ولی هنرمندای وابسته ممکنم هست که اصلا در دلشون از اینا متنفر باشن. نوع زندگیشون نشون میده که با جمهوری اسلامی نیستن، در خلوت خودشون داستان چیز دیگه است. ولی برای عافیت طلبی و برای به دست آوردن موقعیت و مقام و شهرت هر کار میکنن که متاسفم براشون. به قول چخوف، برای ما که می نویسیم و بازی می کنیم مهم شهرت و ثروت و افتخار ظاهری نیست. ما باید بتونیم صلیبمون رو به دوش بکشیم و من جلسال این صلیب روی دوشمه. به جای همتون قصه خوردم، به جای همتون خشمگین شدم، به جای همتون درگیر شدم، ولی به هر حال خوشحالم که امروز مردم هوشیار شدن. به این انتخابات رأی ندید، اصلا وارد بازی انتخابات نشید. میر حسین و خاتمی و امثال هم توده‌ای ها و چپا و اتحاد سرخ و سیاه فقط فلاکت برای شما میاره. وقتی دیگه نونم برای خوردن ندارید به کی قرار رأی بدید؟ تو این 40 سال چی گیرتون اومده؟ حتی اگر دین دارید، حتی اگر باور مسلمانی دارید، اینا اون مسلمونی نیستن که شما فکر میکنید. با این فرقه تروریست همکاری نکنید. سحر نزدیکی، ما به خانواده ایرانساز پهلوی پشت کردیم، البته خوشبختانه من که نه، و تاوانش هم دادیم. باید برشون گردونیم، باید ازشون بخوایم که برگردن. دیگه فریب سیاست مدارهای عافیت خواه و نخورید. هر کسی حرف خودشو میزن و همه حواس رئیس جمهور شدن کردن و به اسم این که آزادی آزادی. هیچ جمهوری در خاورمیانه موفق نبوده و به آزادی نرسیده. نمونه اردوغان، اسد، امسالم. به ایران بیاندیشیم و به پادشاهی مشروطه و یک جواب نه بزرگ به فرقه تبهکار. ایران براندازه، در قلب همتون میدونم چی میگذره، ولی دیگه باید به زبون بیاریم دیگه. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اینکه بچه های شما گرسنن دیگه نهایت سیاهی و تباهی است. حرکت میکنیم به زودی به امید آزادی ایران. جاوید شاه، جاوید خانبدان، ایران ساز پهلوی.
عزیزم، بینندگان شبکه کانال یک در هر کجای دنیا که هستید، من محبوبه رفیعی هستم. خیلی خوشحالم که میتونم